أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألغيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. چو سوره مبارکه قصص در مکه نازل شد و عناصر محوری سوره مکی اصول دین است و طرح قصص انبیا سهم تعیین کننده در این معارف دارد، لذا جریان وجود مبارک موسی کلیم و هارون سلام الله علیهما را بازگو فرمود که برای اینکه روشن بشود این مطالب معنن همان است که خدا اراده کرد، لفظن همان است که خدا ایجاد کرد، این چنین نیست که مطالب را به قلب حضرت رسول القا کرده باشد و الفاظ مال خود پیامبر باشد، بلکه معنن و لفظن مال خداست. فبود ما جریان موسی را برای تو تلاوت میکنیم، یعنی معنا تعلیم، لفظ تلاوت. نتلو علیکه من نبأ موسی و هارون، نعلمو تا توهم بشه که مطالب از خداست ولی معاذ الله لفظ ها مال پیامبر است. فبود نتلو علیکه من نبأ موسی و فرعون بالحق. مطلب بعدی آن است که چون بیان سنت الهی است و قضایای تاریخی و شخصی سهمی ندارد، از جریان فرعون و هامان به عنوان یک اصل کلی و از جریان موسی و هارون سلام الله علیهما به عنوان اصل کلی یاد میکند و به صورت فعل مضارع شش بار ضمیر متکلم مع الغیر را ذکر میکند تا معلوم میشه این سنت سنت الهی است. گذشته و حال و آینده را در بر میگیره. فمود و نوری دو، یک انمون دو، که اینها همه متکلم غیر است. و نجعل هم سه، و نجعل هم الوارثین چهار، و نمکن لهم فی الارض پنج، و نوری فرعون و هامان شش. شش بار از این مطلب به صورت متکلم مع الغیر یاد میکنند تا هم عظمت و جلال و شکوه ربوبیت را تفهیم کند، هم در کار بودن مدبرات امر را تفهیم کند، هم بفهماند که حال و گذشته و آینده یکی. تعبیر مرحوم شیخ طوسی در تبیان این است که اونها که این جریان و نورید و انمونه را بر وجود مبارک هست حجه سلام الله تطبیق شدن، از این تعبیر فعل مضارع خیلی کمک میگیرن، چون جریان فرعون هامان که گذشت، از این که به فعل مضارع یاد میکنن معلوم شد این نسبت به آینده تطبیق میشود. البته این سخن فی الجمله تام است، لیکن بیان سنت الهی است. سنت الهی گذشته و حال و آینده را در بر می‌گیرد
و آینده مربوط به روز وارش هست، حجت سلام الذی هست. مطلب دیگه این که فرمود ما مستضعفین فعل ارض را به امامت میرسانیم. این کلمه فعل ارض نشون میداد که اینا گرچه مستضعف فعل ارضن ولی فی سما دیگه مستضعف نیستن، در ملکوت عالم اینها مستضعف نیستن. همین روایتی که مرحوم کدینی از رسول بارک امام صادق سلام الله نقل کرد، کلام نورانی اون حضرت این است که این مضمون که اگر کسی برای رضای خدا عالم بشود و برای رضای خدا به علمش عمل بکند و برای رضای خدا استفاده کند و تعلیم بدهد و دیگران را عالم کند، من تعلم العلم و عمل به و علم لله دعیه فی ملکوت السماوات عظیما. این رو در ملکوت آدم فرشتان بکن آیت الله العظمی. این در هر حدی که باشد. این کلمه لله در حدیثی که مرحوم کلینی نقل کرده است یک بار ذکر شده. این به نحو تنازم مفهوم واسطه است برای هر صفه، برای تعلمه و عمله و علمه. این لله شاهد هست در درون او به بیرون که متعلق به خصوص اخیر نیست. این نظیر این که به هزار شهران عظمته و کرمته و شرفته و فعزلته علشهور. این علشهور محبوب است برای هر چهار فعل علی تنازل، نه اینکه این وسط و غصب بشه. این لله هم همینطور. اگر کسی برای رضای خدا عالم شد و برای رضای خدا به علمش عمل کرد و برای رضای خدا این علم را در جامعه منتقل کرد، این آیت الله عظماست پیش ملائکه، دعیه فی ملکوت السماوات عظیما. این فعل ارض نشون میدهد که اینا مستضعف مطلق نیستن، اینا مستضعف فعل ارضن و مستعظم فی السما. نه نمیکنه. خدای سبحان برای اینها این سمت ها را که قرار داده است معلوم میشه که مستضعف در زمینن فقط، برای اینکه اینها ائمه‌اند به جعل الهی و وارثانند به جعل الهی. اون که مستعظم در ملکوت نباشد که به امامت نمیرسد. از صرف استضعف فی الارض استفاده نمیشود، لکن از این چهار فعل بعدی که فرمود نجعلهم ائمه نجعلهم الوارثین نمکرهم فی الارض و نوری فرعون و هامان، از اینها استفاده می شود که اینا در پیش فرشته ها مستعظمند. خب نه، اسمت گردش در نمی آید که مصداق کاملش البته اونهایی هست، وگرنه اون چی که در زمان سابق گذشت این تونه بود. وعده الهی هم این است که اگر اسرائی بادی از سال بود، مصداق کاملش از اون باز. یه سلسل آیاتیست که طبق شواهد فراوانی که هست این حصل داره، یه غیر معصوم و شامل نمیشه، مثل آیه تدهیر، آیه مباهله، آیه نوالی کمالله، اونا قرائن خاص خودش داره. اما بعضی از آیات مطلق است غیر معصوم را هم شامل می شود، اونده فرق کاملش معصومه. اگر ما یک قرینه نظیر آیه مباهله، آیه تدهیر، آیه نوالی کمالله الیوم اکمل تو اینا داشتیم بر این منحصر مال معصوم. نه، برای اینکه با قرائن چهارگانی که پیدا شد منوش مؤمنان اونها مرادن دیگر، وگرنه اونهایی که یه روزی به دنبال وجود مبارک موسی کریم رفتن، اون روزی هم گفتن یا موسی لنا الهم کما لهم آله، به دنبال سامری را افتادن، اونا رو که نمیگه که. خب نه، ما وارث قرار میدیم، معلوم میشه که منظور مؤمنان بنی اسرائیلن دیگر. وارث یعنی وارث، کافر که وارث خدا نیست. ما ایرا رو وارث قرار بدیم، یرث ها عبادی از ساله، نه اینه که اینا وارث فرعون باشن. خب
فرمایش مرحوم شیخ طوسی تو تبیان از اون گروه نقل میکند این است که اونها گفتن این ضمیر منهم به انصار حضرت حجت برمیگرده و نوری فرعون و هامان و جنود هما من انصار الحجه. و دلیل این که این نوریدو فعل مضارع است و مربوط به آینده، پس منظور فرعون و هامان این عصرند و منظور از منهم انصار حضرت حجت هست. این البته تطبیق است، این سخن درست است، اما اصلش که مربوط به زمان بنی اسرائیل بود، اون بنی اسرائیل مؤمن رو مخاطب بکرد. آینده انصار حضرت حجت هست، گذشته مؤمنان هست موسی بودن. خب اما اونهایی که یه روزی به دنبال هست موسی هستن، یه روزی هم به دنبال سامری، اونهایی که مثل خود فرعون هم به عذاب علیم گرفتار می شدن که یتیهون فرعرض. نه، قدرت رو اگر خدا ارث بدهد کمال است، وگرنه قوم عاد و ثمود بعد از قوم فرعون وارث قدرت اونها شدن، اما خدا ایراث نکرده. اگر اینها وارثان الهی باشند حتما آدمای صالحی هستند و خدا اینها را ائمه قرار میده. اون که به نوری فرعون نیست، این که خود فرعون است. اون جا که ائمه است به ما فرمود قاتل و ائمه الکفر انهم لا ایمان لهم، اما اینجا فرمود و نجعل هم ائمتن، یک فرعون و هامان عصر را به وسیله اینها ما سر جاشو میشونیم. دو معلوم شد آدم های صالحی هم دیگه. حالا یا زمان هست موسی بود یا به تعبیری که مرحوم شیخ طوسی در تبیان از بعض نقل میکند به انصار الحجه برمیگرده. بالاخره اینا کسانی هم که یا با فرعون و هامان گذشته درگیرن یا با فرعون و هامان عصر کنونی درگیرن، بالاخره مردان صالحی هم دیگر. اگر جز ائمه کفر باشن که خدای سبحان به مؤمنین دستور میدهد و قاتل و ائمه الکفر هم لا ایمان لهم. خب نه، امامتی که خدا قرار میدهد که در برابر فرعون عصر بیستد امامت صالحان دیگه. یه وقت است که امامت طالحان است، به ما فرمود قاتل و ائمه الکفر انهم لا ایمان لهم. این امامت طالحان دیگه فرعون و هامان را سر جاشون نمیشونن، خودشون فرعون و هامانن. اونی که فرعون و هامان را چه در گذشته چه در آینده سر جاش می نشاند انسان های صالح هم دیگر. خب همون و نوری فرعونه و هامانه، چه فرعون و هامان اعصار گذشته چه در زمان است موسی سلام در خودن، چه فرعون و هامان آینده به تعبیر تبیان شیخ طوسی که انصار الحجه اونا سر جاش می شوند و نوری فرعون و هامان و جنود هما من هم ما کان یحذرون. اون چه که این فرائن می ترسیدن به وسیله مردان الهی عملی می شود، ولی ما این کار رو می کنیم به دست اینها. نظیر اون چه فرمود قاتلوهم یعذبهم الله بایدیکم، فرمود با اونها مبارزه کنید، خدا با دست شما اونا رو سر جاشون می نشوند. قاتلوهم یعذبهم الله بایدیکم، فرمود ما نشون میدیم اما با دست شما. و نوری فرعون و هامان و جنودهما منهم، یعنی از این ائمه که وارثان زمین مستضعفانی که به امامت رسیدن ماکان یحذرون. مطلب دیگه این که یه وقت از ذات اقدس اله معصومین را اراده میکنه، این معلوم میشه که برچین کرده
جبایه یعنی برچین. اگر یه دست فروش این میوه ها رو طبق چید، شما دارید اون درشتا و سالم ها رو انتخاب میکنید، بگید برچین کرده. این برچین را میگن جبایه. مجتبا یعنی جبایه شده، برچین شده، مثل مصطفی است. اگر خدای سبحان بخواهد از معصومین سخن بگوید، سخن از اجتباست، سخن از اصطفاست، که فرمود ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین. اینا معصومین. اما یه وقت است که نه، اهم از معصومینن، منتها اینها زیر پوشش معصومین به کمال هم میرسن. این میشه مردم سالاری دینی، که اگر یه وقتی که حکومتی حاصل شد زیر پوشش معصوم بود یا به امر معصوم بود، گرچه سخن از استفا نیست، نظیر ان الله اصطفى آدم و نوحا و مانند آن، اما سخن از مستضعفان فی الارض و مستعظمان فی السماست، که فرمود ما این کار رو کردیم. بعد هم فرمود ما به وسیله اینها فرعون و هامان هر عصری را دفن میکنیم، به خاک ذلت میرسونیم. البته در گذشته به رهبری وجود مبارک موسی و هارون سلام الله علیهما بود، در آینده هم انشاءالله به رهبری وجود مبارک حجت سلام الله علیه. خب این که فرمود به نورید و انمون، گذشت که منت یا نعمت العظما، هر نعمتی رو منت نمیگن، اون نعمت بزرگ رو میگن منت. لقد من الله على المؤمنين بعث فيهم رسولا. مسئله حکومت، مسئله امامت، مسئله ظلم ستیزی، مسئله استقرار عدل و قسط، اینا جز نعمتهای بزرگ خداست. از این نعمت بزرگ به عنوان منت یاد میکند، اونم به صورت فعل مضارع که نشانه استمرار و بیان سنت الهی است. و نورید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین و نمکن لهم فی الارض. خب نمکن لهم فی الارض کسانی هستند که الذین مکن لهم فی الارض اقام الصلا و آتوا الزکا و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر. خب چه کسانی متمکن در زمین هستند؟ کسانی که این اوصاف را داشته باشند. این چنین نیست که اگر یک کسی با زورگویی بر زمین مسلط شد جز این نمکن لهم فی الارض بشود. اونا کسانی هستند که ازاد دخل و غریتن افسدوها به جهل و عزت اهلها عزله. اما اینی که فرمود الذین این مکن لهم فی الارض این پار رو می کنن، الان فرمود به نمکن لهم فی الارض. خب بعد و نوری فرعون و هامان و جنود هما من هم از اینا ما کام یحترون. پس اینا در مقابل فرعون و هامان هر عصر و مصری هم قبلا در سوره مبارکه شعرا، نمر، تاها، بخشای دیگه از قصه هست که موسی رو ذکر فرمود. برخورد هست موسی با اون قبس و گرفتن نور به جای نار و دریافت وحی در کوه طور و اینها رو ذکر، مبارزه با فرعون ذکر بود، مبارزه با سحره رو ذکر بود، اینا تو سوره مبارکه تاها اونو گذشت. قصه یه هست موسی از کودکی، گوشه از این در سوره مبارکه تاها اشاره شده و بخشی هم در این سوره مبارکه قصص. از کودکی هست موسی سلام الله علیه شروع میکنه، می‌فرماید ما برای براندازی نظام سلطه کودکانی را زیر پوشش خود داریم تا به مقصد برسانیم. و اوحینا الی ام موسی عصرا مستحضر عصر خفقان و تیوزب به ابنا هم و یسته نسا هم. در یه همچه عصر که نسل کشی بود، پسر کشی بود، مادر موسی سلام الله علیه ما باردار شد. وقتی این کودک به دنیا آمد معلوم شد پسر هست،
خدا رو فرماد به این ما به مادر موسی وحی فرستادیم، این امور را از راه وحی به او القا کردیم و اوحینا الی ام موسی، به او این مطالب را القا کردیم، ان ارجعیه، تا اونجا که ممکن است این کودک رو شیر بده، فاذا خفت علیه، که من بادا مأموران فرعون اطلاع پیدا کنن و این کودک را بگیرن، فالقیه فی الیم، این رو بنداز تو دریا، از دریا نترس چون به ما دادی. اگر از مأموران فرعون میترسی این امر عادی است، برای اینکه نیوزد بهون رسمشون بود، ولی دریا حرف ما را گوش میده، گرچه فرعون حرف ما را گوش نمیده. و الغیه فالغیه فریم، منظور اون بحر احمر و جای سرخ نیست که در شرق مصر است، از اونجا بگذری وارد شام و اینها میشه، منظور همین رود نیل است که در وسط شهر مصر میگذرد. فالغیه فریم، اما ولا تخافی ولا تحزنی، خوف نسبت به آینده است، حزن نسبت به از دست دادن چیزی در گذشته. فرمود شما این بچه را که در صندوق چه قرار دادی انداختی دریا، غمگین نباش چون چیزی را از دست ندادی، نه ترس، برای چیزی را از دست نمیدی، چون به ما سپردی ما هم این رو حامل میکنیم، به تو برمیگردانیم. ولا تخافی نسبت به آینده، ولا تحزنی نسبت به گذشته. چرا؟ چون انا رادوه الیک و جاعلوه من المرسلین، ما او را سالم نگه میداریم، یک به تو برمیگردانیم، دو به مقامات والای رسالت میرسانیم، سه که اینجا دو تا امر، یکی ارجعیه یکی القیه، دو نه یکی لا تخافی یکی ولا تحزنی، دو بشارت یکی انا رادوه یکی جاعلوه من المرسلین، دو به دو قرینه هم شش امر را بیان فرمود. خب قبلا این بحث را در ذیل آیه و اوحینا الیهم فعل الخیرات گذشتیم که ذات اقدس اعلی چند جور وحی دارد. او وحی تشریعی که شریعت و احکام است مخصوص انبیاس، دیگران سهمی ندارد، اون از بحث خارجه. اما وحی هایی که مربوط به علم غیب باشد، ملاحم باشد، تصمیم گیری های خوب باشد، اینا برای مؤمنین هم هست. بخشی از این وحی ها به صورت الهام علمی است، مثل که انسان دارد مطالعه میکند، چون با تقواست، اتقوا الله و یعلمکم الله، یه مطلب خوبی رو خدا به او یاد میدهد. فقها، حکما، متکلمین، این بزرگواران نوآوری هایی که داشتن دیگه از خودشون که نداشتن، بل اینکه خدای سبحان انسان را آفرید و لا اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، تو کتاب های دیگه هم که نبود. این علم یک نورانیت است، یک وجودی است، این وجود یک مبدا فاعلی میخواد. انسان قابل علم است، نه فاعل علم. حتما، یعنی حتما یه معلم بیرونی بخواد. اگه انسان از جای دیگه یاد نگرفت، اگه تو کتابی ندید، از هم بحثش استفاده نکرد، لابد کسی به یاد داد دیگر. اتفاقی که نیست، کسی باید من خودم یاد گرفتم، این حرف غیر معقولیه. غیر معقول یعنی غیر معقول. آخه فاعل قابل که یکی نخواهد بود. انسانی که جاهل است میگه من خودم یاد گرفتم. حتما کسی به او یاد داد، حالا یا قبلا شنید در گوشه ذهنش بایگانی شده بود، الان خودش نشون میده. چی وقتی شیخ در استاد مرحوم علامه شهرانی رضوان الله علیه همین مطلب رو فرمودن که گاه انسان 20 سال قبل 30 سال قبل در یه مجلسی یه مطلبی رو از یک کسی شنیده، بعد این مطلب در گوشه ذهنش بایگانی شده، چون تکرار نکرده بود اونجا مونده، بعد از 20 سال 30 سال حالا که دارد مرور میکند، مطالعه میکند،
کتاب‌هایی که در دستورس مطالعه می‌کند ده فتن اون مطلب 30 سال قبل خودش نشون میده. این بنده خدا خیال میکنه که اینجا در ابتکارات اوست. من که 30 سال قبل که یادش نیست، الان میگه تو کتابا ندیده، میگه ابتکارات منه. اینجا در فرمایشات ایشون بود. بالاخره محال است کسی مطلبی را از خود بفهمد. از خود بفهمد یعنی چی؟ یعنی علم که مطلب وجودی است خود به خود پیدا شده، فاعل نداره. خب تو که قابل بودی، قابل که نمیتواند فاعل باشد که، تو پذیرا بودی. بنابراین ممکن نیست یک مطلبی علمی پیدا بشود الا که معلم دارد. اگر حق باشد که فرشتگان الهی هم، اگر جز مغالطات باشد که نشیاطین لیوهون الى اولیاهم لیجادلوکم، این 13 قسم مغالطه با همه زیر مجموعه ذاتی و عرضی، همه اینها این الغاءات شیطانه. این نشیاطین لیوهون الى اولیاهم لیجادلوکم، تمام مغالطات به وسیله وساوس علمی شیطانه. خب بنابراین خدای سبحان مطلب علمی را اگر حق باشد، یا به وسیله استاد یا به وسیله همبحث یا گاهی وسیله شاگرد به انسان منتقل می کند. اینا مربوط به علم است. گاهی مطلب عملی را القا می کند. تو بحث‌های قبل این قسمت گذشت که مشکل ما معممین مشکل علمی نیست، مشکل ما مشکل عملی است. یعنی ما اگر واقعا آدم صالحی سالم باشیم، جامعه نورانی خواهد بود، جامعه معطر می شود. اون چه به مردم میگیم عمل بکنیم، اون چه که گفتیم عمل کرده باشیم، تا عمل نکنیم نگوییم، برخلاف گفته عمل نکنیم، چون به خلوت می رسیم کار دیگه نکنیم. ما اگر این چنین باشیم میشیم فرشته. جعلنا له نورا یمشی به فی الناس. چند هزار فرشته تو ایران زندگی کنن، ایران میشه معطر. ما مشکل اساسیمون اون کمبود عمل. این عمل که ما عالمی بی عمل میشیم، نه برای آن است که ما مشکل علمی داریم. ما مطلب رو خوب بیان میکنیم، سخنرانی هم میکنیم، قل للمؤمنین رو میگیم، نامحرم هم نگاه میکنیم. این برای چیه؟ چندین بار در بحث‌های سابق گذشت که متولی علم غیر از متولی عمله. ما یه دستگاه علمی داریم که حوزه و دانشگاه متولی این کاره. یه دستگاه عملی داریم که متولی ندارد، اون فن اخلاق است. اخلاق نظری نه، اخلاق عملی. یعنی کسی که ما را بپروراند، اون متولی ندارد دیگر. حالا گوشه کنار چهار تا آدم صالح پیدا میشه، افراد دیگر است. اونجوری که علم متولی دارد، عمل که متولی ندارد. اونجوری که فقه و اصول و فلسفه متولی دارد، اخلاق که متولی ندارد. خب ما در بیرون چهار قسم بودیم. هر روز هم اگر ما رو تکرار بکنیم برای ما سودمند است. درون ما همین چهار گروهه. ما در بیرون یه سلسله قواب تشکیلاتی داریم که مسئول و متولی درک، یه سلسله قوایی داریم که مسئول و متولی عمل و حرکت هم. ما چشم داریم، گوش داریم تا با اینها ادراک بکنیم، دست داریم، پا داریم تا با اینها کار کنیم. این متولی ها همه از هم جدا. انسان از در بیرون چهار گروه هست. بعضی هستن که هم مجاری ادراکیشون سالم است، هم مجاری تحریکی سالم است، هم خوب میشنون، خوب میبینن، هم دست و پا دارن، خوب میتوانن بدون. این یک گروه. گروه دیگر کسانی هستند که چشم و گوششون سالم است، خوب میبینن، خوب میشنون، ولی دست و پاشون فرجه. سوم به عکس است، دست و پاشون فعال است ولی چشم و گوششون بسته است. چهارم از هر دو جهت محرومه. این از نظر بیرونی. اقساب چهارگانه بیرونی نشون میده ای کسی با چشم و گوشش صدای عقرب را شنیده یا خود ما رو عقرب را دیده، چون دیده دست و پای او هم سالم است، یا دفاع میکنند یا فرار میکنند. اما اگر کسی دست و پاش فلج باشه، این مار عقرب را میبینه ولی قدرت فرار ندارد، شما هی با اعتراض بکن که چرا فرار نکردی، چرا سنگ نزدی. خب چشم که سنگ نمیزنه، چشم که فرار نمیکنه، اونی که فرار میکنه که بسته است.
شما هی بو تلسکوپ بده، میکروسکوپ بده، دوربین بده، نزدیکبین بده، عینک بده، او مشکل دید نداره، این مشکل عمل دارد، چون دست و پاش فلجه نمیتونه فرار کنه یا دفاع کنه. گروه سوم کسانی هستند که دست و پاشون بازه ولی چشم و گوششون کر و کوره. خب اینم مار عقرب رو نمیتونه دفع کنه، خب باید ببینی که فرار کنه. گروه چهارم کسانی هستند که هم از چشم و گوش نابینا و کورن، هم از دست و پا فلجه. این اقسام چهارگانه در بیرون ما باید باور کنیم. از در معرفت نفس درون ما هم همینطوره. ما یه سلسل نیروهای خدا به ما داد که متولی اندیشه است، اون عقل نظری است که جزم و تصدیق و مظنه و احتمال و شک کار این است. یه سلسل نیروهایی داریم که کار اراده و اخلاص و عزم و نیت و اینا. جزم یعنی جزم، عزم یعنی عزم. بین جزم و عزم مثل آسمان زمین فرقه. جزم چیز دیگه است، عزم چیز دیگه است، علم چیز دیگه است، اندیشه چیز دیگه است، انگیزه چیز دیگه است. مسئولاش فرق میکنه، متولیاش فرق میکنه. اخلاق با بخش طلب کار میکنه، با بخش عزم کار میکنه، با بخش اخلاص کار میکنه، با بخش اراده کار میکنه. این اول در اثر مکروهات و معاصی صغیره و معاصی کبیره طبق بیان نورانی هستنی سلام داره، کم من عقل اسیر تحت هون امیر. این فرج شده، شیطان این رو به بند کشیده. عقل عملی او که باید تصمیم بگیره، اراده کنه، اخلاص داشته باشه، این زنجیریست. حالا شما هی نصیحت بکن، این شخص مشکل علمی نداره، خودش استاد است، این آیه رو تدریس کرده، اما نامحرم نگاه میکنه، غیبت هم میکنه، دروغ هم میگه، رشوه هم میگیره، چون اونی که باید عمل بکنه فلجه. الان این معتادا مشکل علمی دارن، اینه که پیش از دیگران و پیش از دیگران خطر میبینن. که شما هی نصیحت بکن، نصیحت بکنی که چی رو عالم بکنی. از علم کاری ساخته نیست، علم کار اندیشه رو داره انجام میده، کار جذب و تصور و تصدیق و سخنرانی و مقاله نویسی و درس گفتن حوزه و دانشگاه رو این انجام میده. اما اراده و اخلاص و نیت مال عقل عملی است که ما عابده به رحمان و اکتسر به جنان که ایمان و سلام این مرزها رو جدا کرده. این عقل عملی اگر چونچه به اسارت وسوسه و شیطنت در آمده است، چند من عقل اسیر تحت هون امیر، یعنی کاری ساخته نیست. خدای سبحان اگر ببیند شخصی اون چرا که فهمید درست عمل میکنه، من جا ابن حسن فله و اشرم سالها شامل اینا هم میشه. گاهی همونطوری که مسئله علم را بالا میبره، بالا میبره، یک کسی رو بحر علوم میکنه، یک کسی رو علامه میکنه، این بخش عملی اراده طلب اخلاص این رو میبره بالا، میبره بالا، این رو مادر موسی میکنه. به مادر موسی علم نیاموخ، به مادر موسی عزم و اراده و بنداز تو دریا گفت چشم. این بنداز اراده میخواد. این و اوحینا الیهم فعل الخیرات نه انهکم کذا. همون ما به یه عده فعل و انجام دادن کار را وحی میفرستیم. این وحی با درسای حوزه و دانشگاه فرق داره، این سلطان است، این هر جا آمد کل فضا را روشن میکنه. اگر این وحی وحی علمی باشه، هم حوزه اندیشه را روشن میکنه، هم قلمرو اراده را فعال میکنه. اگر وارد قلمرو اراده بشه، هم حوزه اراده و اخلاص را فعال میکنه، هم حوزه اندیشه را، چون سلطان است. همون و اوحینا الیهم فعل الخیرات، اینجا هم و اوحینا الی ام موسی بنداز دریا گفت چشم. این علم نیست، این کار برای همه هست. مادر موسی سلام الله علیهما نه پیغمبر بود نه امام بود، چیزی از امامت و نبوت و رسالت سهمی اون بانو نبود. اخلاص داشت به ذات اقدس اله، در حوزه اراده او وحی فرستاد و به صورت کلی هم وعده داد و اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلاه.
ما به اونها نگفتیم نماز واجب است، نماز رو به پیغمبر گفتیم، به اونها گفتیم پاشید نماز رو بخونید. میبینید بعضی ها بیتابن هی ساعت نگاه میکنن که نماز اول وقت چه بخونن، بعضی ها بیتابن منتظرن استقبال با همش رمضان برن. اینا وحی فعل است. مگه میشدن بچهش بذاره دریا؟ فقط ما وحی فرستادیم، سلطنت وحی کل فضای قلب مادر موسی رو روشن کرد، او در کمال طمأنینه بچه رو انداخت دریا. و اوحینا الی ام موسی که بنداز دریا. بعد به دریا هم گفتیم این امانت ماست. میبینید دو تا امر است، یکی امر حاضر است، یکی امر غایب. فالقیه فی الیم، این امر حاضره. بعد فلیلقه الیم مو به ساحل، امر غایبه. تو بنداز، یک دریا ببر سالم تحویل بده، دو این تکوینه دیگه. هم این امر حاضر تکوینی است، دیگه تشریعی که نیست که، همون امر غایب تکوینی است. فلیلقه الیم مو به ساحل، این وحی فعله، این برای همه هست. والحمدلله رب العالمین.